بانوید خداوند، طالبان به دستور پاکستان جنرال مبین را از فعالیت در شبکات اجتماعی منع کرد و همچنان طالبان در پنجشیر یک جوان را تیرباران کرده است. منابع در کابل میگویند که اداره استخبارات طالبان یک چهره رسانه‌ای این گروه به نام جنرال مبین که اواخر سال گذشته بازداشت کرده بود را آزاد، اما از فعالیت در رسانه‌های اجتماعی منع کرده است. منابع روز یک شنبه 19 حمل بر روزنامه 8 صبح گزارش فرستاده است که او بعد از حدود 2 ماه از زندان آزاد شد، اما موترهایش ضبط و محافظانش نیز خل سلا شده است. باید افزود که جنرال مبین هفته قوس سال گذشته در واکنش به دعوت طالبان از مولانا فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل او را قاتل توصیف کرده بود. با گفته او مولانا فضل الرحمن در نظام جمهوریت نیز شریک بود و به نام جهاد طالبان پول دوزی میکرد. با این حال بعد از این اظهارات هیئت پاکستانی در هفته جدی بر ریاست رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل آمدند. اکنون منبع بر روزنامه 8 صبح گزارش فرستاده است که یک از خواستهای هیئت پاکستانی از طالبان ممنوعیت فعالیت جنرال مبین در شبکات اجتماعی میباشد. بعد از گذشت حدود یک ماه از اظهاراتش در مورد مولانا فضل الرحمن، استخبارات طالبان او را در 14 حدود سال گذشته بازداشت کرده بود. جنرال مبین اکنون با نشر پستی در صفحه اکس خود هرچند از فرد نام نبرده، اما التماس کرده تا صفحات جعلی به نام وی را ببندند. او تایی پستی که روز گذشته نشر کرده نوشته است که عذر میکنم، به نام خدا به نام من حساب جور نکنید، من تمام آدرس های رسانه‌ای خود را می‌بندم. در همین حال منبعی میگوید که طالبان محافظان او را خل سلا و موترهای او را نیز ضبط کرده است. این در حالی است که منابع از پنجشیر میگویند جنگجویان طالبان یک جوان را در این ولایت به قتل رسانیدند. منابع بر روزنامه 8 صبح گزارش فرستاده است که این جوان نوراغا نام داشته و شنبه شب 18 حمل در روستای گلابخیل از مربوطات ولسوالی آبشار کشته شده است. منابع گفته است که این جوان هنگام برگشت از نماز تراویح از سوی جنگجویان طالبان که در پاسگاه روستای دوستعلی مستقر هستند تیرباران شده است. منابع تصریح میکنند که طالبان پیکر نوراغا را حوالی ساعت 9 صبح امروز به خانواده‌اش تسلیم کرده است. گفتنی است که طالبان از زمان حاکمیتشان به این سو ده‌ها تن از غیر نظامیان را در بخش‌های مختلف پنجشیر کشتند. گروه طالبان همچنان از سوی نهادهای حقوق بشری به جنایت جنگی در پنجشیر متهم شدند، اما طالبان همواره ادعای مطرح شده را تکذیب کرده است. بیننده‌های محترم کانال شهرنیوز، نظر شما در مورد این دو خبر فوری چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخر این گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.